قرار بوده که سالانه چه تعداد واحد مسکونی ساخته بشه و به مردم تحویل بشه؟ یعنی منظورم اینه که مردم مستقر بشه، استفاده کنن. اونی که ما برنامه ریزی کرده بودیم یک عدد ریاضی خیلی ساده بود. فرض این بود که کسری مسکن، نیاز مسکن سال مسکن شهری سال 700 هزار تاست. 300 هزار تا مردم روتین داشتن خودشون دیگه، این حد اقل به اصطلاح کنتوری بود که نمره مینداخت از مسکنی که مردم پروانه میگیرن و خودشون میسازن. کسری 300 هزار تا 700 هزار شد 400 هزار تا. ما عدد 400 هزار تا رو هدف قرار دادیم، این شد طرح اقدام ملی مسکن که بشه در کشور سالی 400 هزار تا تحویل بشه. ما در برنامه خودمون زمانی که شروع کردیم تکمیل 480 هزار واحد مسکن مهر و این 400 هزار تا رو به عنوان برنامه دو سالانه مطرح کردیم که با کارهای مکملی که انجام دادیم امروز ما در حقیقت توی این مرحله هستیم که هم مسکن مهر رو تکمیل کردیم و هم اقدام ملی رو عملیاتی کردیم که این روند تولید و عرضه‌ای اون هست که مشاهده می‌کنیم. یعنی میگین عقب نیستیم اصلا از هدف گذاری که شده بود؟ از هدف گذاری که نه، هدف گذاری دقیق انجام دادیم، برنامه ریزی هم دقیق انجام دادیم به یک به اصطلاح یا از پاسخگویی به نیازی که وجود داشته. نه ببینید، نیاز همینیه که توی ثبت نام در میاد. حالا ممکنه که هزاران تحلیل و حرف راجبه مسکن زده بشه، اما واقعی اونه که در صحنه ثبت نام داره صورت میگیره که شما از بین 2,500,000 تا 530,000 تا واجد شرایط میتونید در بیارید. حالا اگه بگید که مردم مطلع نبودن، که من فکر نمی کنم، ما 5 دوره تا حالا ثبت نام کردیم. آخرین مرحله که مرحله پنجم ها بود، تو همین ایام انتخابات هم بود، مردم با گوشه موبایلشون دیگه ثبت نام میکنن. 330,000 نفر ثبت نام کردن. از اون 330,000 تا ما 130,000 تا رو تو پالایش اول به دست آوردیم که اینها میتونن واجد شرایط باشن. بنابراین نسبت اون آمار اعتبار سنجی نیاز واقعی رو که وقتی که ما این شیوه عمل میکنیم، این نسبت واقعیه که وجود داره و برنامه ریزی واقع بینانه و بعد مکان محور. یعنی ما الان اینا مثلا این ثبت نام اخیر در 183 شهر بوده، یعنی الان دیگه میدونیم متقاضی کیست، چه وضعیتی از لحاظ تمکن مالی داره و در کدام شهر هست و در کدام پروژه و در کدام زمین ما برای اون برنامه‌ریزی کردیم. این منطقی که ما در این نظام برنامه‌ریزی مسکن پایه‌گذاری کردیم، این یه جریان پابرجای ادامه داره. یعنی یک اتفاق نیست که ما فقط یه پروژه اجرا کردیم. به خاطر همینم اسمشو گذاشتیم طرح اقدام ملی مسکن که متعلق به هیچ در حقیقت تفکر سیاسی و جناحی هم نباشه، چون مال مردم، مسکن هم جزء اولویت‌های